سلام، با خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 ماه سال 1388 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 ماه مارچ سال 2010 میلادی. در برنامه خبری امشب همکارانم را با تازه ترین رویدادهای ورزشی و چگونگی آب و هوای فردا نیز در استودیوی خبر با خود داریم. اما در آغاز سرخط چند خبر. دیدار رئیس جمهور کرزی با مقامات پاکستانی، واکنش شمار از کارشناسان در مورد سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در کابل و خواست اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری از نهادهای عدلی و قضایی به خاطر فرستادن پرونده های وزیران متهم به فساد به دادگاه عالی. مشروع خبرها. افغانستان نمیخواهد که میدان جنگ همسایه ها و دیگر قدرت های جهان باشد. رئیس جمهور کرزی در دیدارش با نخست وزیر پاکستان میگوید که کابل اجازه نخواهد تا از قلمروش در برابر کشورهای دیگر کار گرفته شود. در این حال نخست وزیر پاکستان از گفتگو با کابل با مخالفان مسلح دولت پشتیبانی میکند و میگوید که از تلاش هایش در راه آوردن صلح به افغانستان دست نخواهد برداشت. رئیس جمهور کرزی که شام دیروز به پاکستان رفت، در دیدارش با نخست وزیر این کشور درباره از میان برداشتن سوء تفاهم ها میان دو کشور گفتگو کرد. آقای کرزی بر تلاش های کابل در آمدن صلح در منطقه نیز تاکید برزید. می خواهم به شما اطمینان بدم که اگر اطلاعاتی درباره استفاده هند و یا دیگر کشورها از خاک افغانستان در برابر همسایگانش وجود داشته باشد، افغانستان این کار را اجازه نخواهد داد. زیرا این نه تنها برای پاکستان بل برای همه ما رنجاور و بد است. سخن اینجاست که افغانستان نمیخواهد میدان جنگ میان هند و پاکستان و یا ایران و ایالات متحده آمریکا باشد. افغانستان نمیخواهد در جنگ با هر کشور خرد و بزرگی و یا همسایه‌اش دست داشته باشد. پاکستان با برنامه‌های شما کاملا موافق است. روند گفتگو با مخالفان مسلح دولت تعهدی از درآوردن صلح و ثبات. ما از این روند افغانی که از سوی خود افغانها رهبری می شود تا حد امکان پشتیبانی می کنیم. نخست وزیر پاکستان از امضای یک پیمان ترانزیتی با افغانستان خبر می دهد که گفته می شود بر بنیاد آن در کار انتقال کالاهای بازرگانان افغان در پاکستان سهولت های ایجاد می شود. در همین حال رئیس جمهور افغانستان هراس افغانی را مشکل مشترک افغانستان و پاکستان می داند و خواهان همکاری های بیشتر دو کشور در برابر این پدیده است. وزیر امور خارجه بریتانیا از حکومت افغانستان می خواهد تا در روند گفتگو با طالبان جدی تر باشد. دوید میلیبان نقش کشورهای همسایه افغانستان را در این روند مهم می داند و می گوید که این کشورها باید از روند گفتگو با مخالفان حکومت افغانستان پشتیبانی کنند. آقای میلیبان تلاش های نظامی را برای حل مشکلات افغانستان بسنده نمی داند و می گوید که حکومت این کشور باید روی برنامه های سیاسی تاکید کند. انیسه شهید گزارش می دهد. وزیر خارجه بریتانیا بر پرداختن به بخش های غیر نظامی و افزایش سربازان تاکید می ورزد و می گوید که افغانان باید برای پیروزی سیاسی تلاش بیشتر نمایند. ایجاد رابطه سیاسی با کسانی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم سربازان ما را آماج حمله هایشان قرار می دهند بسیار دشوار است و افغانان باید خودشان چنین رابطه سیاسی را رهبری و پیگیری کنند، ولی این روند خواهد بود که به گونه تدریجی به پیش خواهد رفت. رای حل زود انگام وجود ندارد. وزیر خارجه بریتانیا نقش و پشتیبانی کشورهای همسایه افغانستان را در روند گفتگو با طالبان ارزنده می داند. اگر افغانستان یک آینده صلح‌آمیز و پرسعادت داشته باشد، تنها برای حل سیاسی درونی نیاز ندارد، بل برای حل سیاسی خارجی نیز نیاز دارد. تلاش های بیشتر نه تنها در راه مصالحه با مخالفان مسلح، بل با همسایگان صورت می گیرد. در حالی که حکومت افغانستان از گفتگو با طالبان سخن میگوید، طالبان هر گونه گفتگو با حکومت افغانستان را رد می کنند. قرار است تا دو ماه آینده جرگه‌ای به نام صلح در کابل برگزار شود. مخالفت های مردم بریتانیا در برابر نقش نظامی این کشور در افغانستان در حال افزایش می یابد که شمار تلفات نظامیان بریتانیایی در افغانستان به 272 تن رسیده است. سفر رئیس جمهور ایران به کابل یک سفر تحریک‌آمیز و غرض‌آلود بود. شمار از کارشناسان میگویند که سخنان دیروزی احمدی نژاد مغرضانه بودند و چنین گفته‌های نو مداخله در امور داخلی افغانستان هستند. آنان بدین باورند که مداخلات ایران در امور داخلی افغانستان برای رهبران این کشور به یک سنت مبدل شده است.
در این حال وزارت امور خارجه میگوید که باید کشورهای همسایه با حاکمیت افغانستان احترام داشته باشند. حامد حیدری در این باره گزارش دارد. احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز به دعوت رئیس جمهور کرزی به کابل آمد. در این سفر نشست خبری احمدی نژاد با رئیس جمهور کرزی توجه همگان را جلب نمود. احمدی نژاد در سخنانش بیشتر درباره حضور جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان سخن گفت و تلاش نمود تا به گونه بنبرد لفظی با آمریکا بپردازد و آمریکا را پشتیبان حراس افغانان خواند. رئیس جمهور کرزی در برابر سخنان رئیس جمهور ایران خاموشی اختیار نمود. چرا اونایی که میگن میخوان با تروریسم مبارزه کنن موفق نمیشن؟ به نظرم علتش اینه که اونا دارن دوگانه بازی میکنن. خودشون تروریست رو راه انداختن، حالا میگن میخوان مبارزه کنیم. خب نمیشه که. مشاور ارشد احمدی نژاد نیز از حضور جامعه جهانی در افغانستان انتقاد نمود و آن را اشغال افغانستان خواند. آنان که در منطقه ظالمانه حضور دارن راهی جز بازگشت ندارن و سرانجام آنچنان که قرآن فرموده است این کف روی آب است که رفتنی است. شماری از کارشناسان به این باورند که سفر احمدی نژاد به کابل از دیدگاهی سیاسی یک سفر تحریک‌آمیز بود و در گفته های وی مداخله نیز احساس می شد. آنان گفته های احمدی نژاد را مخالف منافع ملی، اوضاع سیاسی و رابط راهبردی افغانستان با ایالات متحده آمریکا می گویند. کشته شدن یک تعداد جواسیس ایران در زمان طالبان در مزار نشان دهنده مداخلات صریح و واضح مقامات جمهوری اسلامی ایران در قضایای افغانستان بود و یکی از در جمله سایر عوامل، البته یکی از عوامل که پای غرب و قوتهای بین المللی به افغانستان کشان همین مداخلات و حتی تجاوزات در قلمرو افغانستان بود. در همین حال وزارت امور خارجه در واکنش به گفته های احمدی نژاد می گوید که حکومت افغانستان تلاش می کند تا از تنش ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا به دور نگه داشته شود. آرزوی ما است که حاکمیت ملی افغانستان هم احترام شود. حضور نیروهای بین المللی در افغانستان به اساس تصمیم سازمان ملل متحد است و این تصمیم به صورت با اکثریت آرا با موافقت تمام کشورهای سازمان ملل متحد به شمول جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سفر رئیس جمهور ایران را به کابل دردسرساز خوانده است. رابرت گیتس میگوید که ایران در افغانستان بازی دوگانه دارد و کوشش میکند تا با کمک به طالبان تلاش های آمریکا و بریتانیا را کمزور کند. شماری از کارشناسان میگویند که ایران پس از حضور نظامی آمریکا در افغانستان یکی از مداخله‌گران در مسائل داخلی افغانستان بوده است و در حال حاضر 3000 افغان در زندان های ایران به اعدام محکوم هستند که این در تاریخ اعدام ها در جهان بی سابقه بوده است. و اذیت و آزار پناهجویان افغان از سوی حکومت ایران و نیز مداخلات ایدئولوژیک نشان دهنده رابطه ایران با افغانستان بودند. پیش از این مقام های افغان و آمریکا همواره تاکید کرده اند که ایران به مخالفان مسلح دولت جنگ افزار می دهد. از سوی دیگر شمار از اعضای مجلس نمایندگان از خاموشی رئیس جمهور کرزی در برابر گفته های دیروز رئیس جمهور و مشاور ارشد ریاست جمهوری ایران به شدت انتقاد می کنند. این نمایندگان گفته های آقای احمدی نژاد را دخالت در امور داخلی افغانستان می دانند و می گویند که از افغانستان به حیث میدان رقابت ها کار گرفته می شود. ولی آریان در این باره گزارش شد.